زمان نره. همیشه در برای امان الله خان ما گرفتار در واقع تبلیغاتی شوونیزم پشتون میشویم. خب من بیا جلگه پغمان یاد دارم، مثلا تکرم سریزم به یادم هست، مثلا اسماعیلی ها در بازگاه زمان قاجاری ها به یادم هست، ولی فکر میکنم فراموش نکنیم که امان الله خان اولین طراح انتقال کوچه ها به شمال افغانستان و غصب سرزمین های خیلی پشتون در شمال افغانستان بود. این نکته ای هست که خیلی از روشن فکر ما میترسن بیان بکنن. من برای امان الله خان یک جاهای احترام دارم و جای معترض هستم بهش، و به هر حال امان الله خان هم سیاست ها چیزی کمتر از عبدالرحمن خان نبوده و این نکته رو باید با شجاعت بیان بکنیم. برای پول میداد و کوچه ها رو به شمال افغانستان میفرستاد. این ترتیب هم که فکر میشه که کاریم بسیار دموکرات مترقی و غازی کجا جنگ کرده. این آدم نه شجاعت جنگ داشت و فرار کرد و رفت از قندهار، تو آدم شجاعی هم نبوده. ولی میخوام برای ما این آدم بنامان قهرمان ملی معرفی بکنه. شما کتاب کلیا کریستنر روسی را بخوانند درباره امان الله خان. این آدم آدم مثل ترسوی بود، جنگ هم نتانست بکنن، استاد هم نشده. این خانوادش هم آقای سراج که دیشتر صحبت میترد چون میترسید که لطف پدرام مقابلش هست. میخواستم به آقای سراج بگم که پدرت هم فرار کرد، پدر کلانت هم آتان فرار میکنی و امان الله خانت هم فرار کرد. امان الله خانت طراح سیاست شوونیستی قبایل پشتون در شمال افغانستان بود. این یکتان باشه. یعنی در احترام زیادی هم برای امان الله خان نداشته باشه. این تبلیغات پشتون ها و این تبلیغات و فلان فلان امان الله. این امان الله یه آدم ترسیده بود و زیر تأثیر مصطفی کمال بود، زیر تأثیر جنبش های آزادی بخش ایران و هند اینا بوده. مزخرفات خودش قبول کرده بود. در وقتی که در مسائل قبلی خودش قبیل برمیگشت، امان الله خان هیچ دست کمی از عبدالرحمن خان نداشت. این یکتان باشه. اینو فراموش نکنه. من در سالگرد امان الله خان هم نکته را بیان کردم. یک مصاحبه با من داشتن، گفتن که امان الله خان یادم که در واقع اساس گذار کوچ و انتقال ناقل های پشتون به شمال افغانستان بود. پولم تازه میورد برای از اینا، من نیم چند قرام یا آل فلان یادم نیست. زیاد حرمت هم نداشته باشین. غازی مازی بود، اون غازی بود، آدم شجاع بود، آدم بزرگ بود. یک حرکت یک پلنگری به قلب شاملو فرار کرد و رفت و تا آخر. و این بچه شم سراج و طبیعی است که اصلا شما رو فرود ندن. من اولین بار فکر میکنم من هستم که با شجاعت این مسئله بیان میکنم. بنابراین درباره امان الله خان شما هیجان زده نشدید. امان الله خان رو بخوانم بحث تکمسری و لیا جرگه پغمان و فلان و بهمدان و اینا کورم پس گرفت. این آدم آدم شجاعانه بود و این بزدل بود و فرار کرد و رفت. یالا اومدن بچه‌هاش مثلا میگیم که ما مثلا پادشاه افغانستان بشیم. دوران این پادشاهی گذشته ازبک ها و ترکمن ها و تاجیک ها و حتی برخی از پشتون ها هم دیگه اون طوری فکر نمی کنن در رابطه با این قضیه. من در رابطه با مسئله کوچی ها که سوال کردم، ببینید برنامه خیلی روشن میگم. دشت الوان رو گرفتن کوچی ها. دشت الوان بین پل خمری برداریش هست و هر روز در صد خانواده قبایلی وزیرستانی که معلوم نیست از کجا بیان اضافه میشن. دشت کلاوه هم اینا گرفتن. چه اینا رو گرفتن؟ در سالهای مقاومت علیه طالبان این مناطق با هم وصل شده. اینا میخوان که مثلا اگر یک بار دوباره طالبان حمله کردن یا شوونیزم قبایل حمله کرد، اگر ما خواستیم از تاشقرغان و مزار و پلخوری نیرو بفرستیم، دشت یلوان که قبایل در واقع کوچه ها رو مسلح جابجا کردن مانع بشن که مناطق با هم وصل بشن. کلاده هم همین ترتیب. من وقتی طالبان حمله کردم به شمال ما در کل خمری بودم. چند تا نمیدونم گجور و قبایل و پاپیلهی که در این منطقه بود مانع شدن که ما به کیان بریم، یعنی به مناطق دیگه خودمان برسیم. این یک پروژه است و هر روز این پروژه اضافه میشه. به اضافه این که این کوچه ها که الان ادعا دارن به شمال جا جا بشن، ما میگیم که خب کوچه رو به شما، من یک بار دیگه هم گفتم که اگر کوچه به شما جواب داده بشه مردم تحمل ندارن، باید مسلح بشن. خب کنند ما تو کوچه مسلح بشن. در زمان بابری ها آمدن، در زمان ترک ها آمدن، اینا مال و مواشی رو چرا میبادند؟ زمان احمدشاه عبدالی به شمال رفتن، زمان خوارزاده شد نمیدونم شوهر خواهر شد فلان 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 آمده مناطق ما رو اشغال کردن. خیلی حرف من به این آقای سراج این است که من این تقاضا کردم آقای سراج با ما صحبت بکنیم. اینجا امان الله خان شما که بود، امان الله خان هم چیزی بسیار عجیبی نیست که قمه تبلیغات میکنن. اون آدم نه شجاعت کار داشت، نه اولین طراح انتقال قبایل پاشتون به شمال افغانستان بود. و من رو میخوایم که همه شما بهش توجه بکنیم. امان الله غازی و استقلال افغانستان در زمان همین آدم
خط گیوران در اصلا شناخته شد در زمان همین آدم انگلیسی ها سیاست خارجی را در اختیار خودش داشتن و همین آدم در دید به اصلاح تک دفنگ کشور خوش تر کرد و فرار کرد رفت این آدم هم سراج میگه که افغان هم را نخواه من فرار میکنم یعنی من بکس را میگیرم کیف را میگیرم فرار میکنم دیده را بنابرای خواهش من این است که تابوش کمی بکنه این تبلیغات دم و دستگاه هایی که شده امانالای غازی و غازی و غازی و غازی نکنم جبه جنگ کردن شهامت جنگ دستا میدونم از دیدی جنگ کردن نمیدارم فلان در شمال جنگ کردن هزار آدم دیگر آماده بنامازی مثل که مثلا درباره وزیر اکبر خان وزیر اکبر خان نمیتونه تنه کشتنی از مقاله دارم به کتاب بنام دلواران کوهستان وزیر اکبر خان وقت پدرش چاقو نسوار و اون کسافتها خبرش روان کرد مردم به جوابات قیام کرد این رای جوابات کابل بسته کرد نه مکناته نه کشته نه یه آدم آدم ملی هست نه یه آدم قهرمان بوده نه کدام کسی دیگه نه به سر مستند در کتاب دیواران کوهستان در باره شعره بخانم صحبت کرده خواهش ما از همه شما این است خدای نکرده خدای نکرده برمان یک برتری طلبی تلقی نشه ولی او ترتیب که تاریخ زورمندان افغانستان نوشتن تاریخی نیست نه امان الله خان نه امان الله خان قاضی است نه وزیر اکبر خان وزیر اکبر خان است نه مکناتن کشتن وقتی کشتن مکناتن یک قدر بود که قدر صورت قطع نفر سرمان کرد علی همه مجاهدین افغانستان خیانت کرد و رای جلال آباد بسته کرد و خیانت بزرگی میده کرد کتاب من را به خانه خواهش میکنم به نام دلاوران کوهستان که در زمان حاکمیت همین خدایی در افغانستان منتشر شده خب بنابراین خواهش ما این است که آقای سید من نمیفهم چرا حاضر نشده به بعد با من شرکت بکنه که اون امان الله خان هم به قول معروف بسیار آدم مهمی نبود و آدم زیر تاثیر مصطفی کمال بود زیر تاثیر رضا شاه بود و زیر تاثیر صدرالدین عینی بود کتاب و مقاله ها اونجا نوشته میشد یک خواهد سنفی فرار کرده بنابراین خواهش ما از همه شما این اسمه برتری طلبی میدی مطرح نمی کنیم ولی غازی موازی امان الله خان امان الله خان هم شما زیر تاثیر قرار نگیریم و این آقا صدایش هم همون است ادامه همون ماجرا است ادامه همون پدرش و اینا در تاریخ افغانستان نقش زیادی هم نداشتن اون مدافع استقلال افغانستان بودن و شهامت شده